25 روز تیر ماه برابر با 16 ژوئیه سال 1288 خورشیدی برابر با 1909 میلادی، پناهندگی محمد علی شاه قاجار به سفارت روس در پی تصرف تهران به وسیله مشروط طلبان. محمد علی شاه قاجار پس از به دست گرفتن قدرت همواره از روس ها حمایت می کرد و آنان نیز به او کمک می کردند. در جریان به توپ بستن مجلس نیز فرمانده خشون ایران را لیاخوف روسی بر عهده داشت. از این رو وقتی که آزادی خواهان تهران را فتح کردند و محمد علی شاه خود را در برابر آنان ناتوان یافت و برای در امان ماندن از دست مشروط طلبان به سفارت روسیه پناهنده شد. لیاخوف روسی فرمانده قزاق که این موضوع را شنید به حضور فرماندهان فاتح ایران رسید و شمشیر خود را به عنوان تسلیم در مقابل آنان بر زمین نهاد. در ساعت 4 بعد از ظهر همان روزی که تهران فتح شد، جلسه مهمی با حضور 500 تن از نمایندگان مجلس و بزرگان پایتخت و آزادی خواهان معروف در بهارستان منعقد گردید که در این جلسه محمد علی شاه از سلطنت مستعفی و پسر او سلطان احمد میرزا ولیعهد را به سمت شاهنشاهی ایران اعلام کردند. سال 1297 خورشیدی برابر با 1918 میلادی، قتل عام خانواده سلطنتی روس در زمان انقلاب بزرگ روسیه. نیکولای دوم آخرین تزار روس و آخرین امپراتور روسیه که در 26 سالگی پس از مرگ پدرش به حکومت رسیده بود، پس از شکست روسیه از ژاپن با شورش مردم کشورش مواجه شد. این تظاهرات و اعتصابات به تدریج تمامی کارخانجات و ارگانهای حکومتی را در بر گرفت و نیکولای دوم برای فرونشاندن نارامی ها دستور داد مجلس مشورتی دوما تشکیل شود. اما دوره‌های اول و دوم دوما به دلیل نقشی که در تضعیف تدریجی پایه‌های حکومت تزار ایفا کرد، پس از چند ماه فعالیت منحل شد و اعضای آن به زندان با اعمال شاقه یا به اردوگاه‌های کار اجباری محکوم شدند. جنگ و گریز سیاسی و نظامی میان تزار و مردم روسیه تا سالها بعد با قوت و ضعف ادامه یافت تا اینکه این شورش ها به جنگ جهانی اول متصل شد و وقوع جنگ پایه های حکومت تزاری را به شدت متزلزل ساخت. به موازات این حوادث، جریان های مخالف تزار و در رأس آن اتحادیه های کارگری بر شدت مبارزات خود افزودند و در نتیجه تزار ناچار شد که با واگذاری قدرت به رئیس مجلس دوما موافقت کرده از حکومت کنارگیری کند. پس از چندی تزار از قدرت خلع شد و در حکومت شوراها لنین دستور قتل تزار و خانواده او را صادر کرد. سال 1324 خورشیدی برابر با 1945 میلادی، انفجار آزمایشی اولین بمب هسته‌ای جهان در صحرای آلاماگوردو، آمریکا. در حالی که دو ماه و نیم از پایان جنگ جهانی دوم در اروپا می‌گذشت، نبردهای سختی بین نیروهای آمریکا و ژاپن در آسیای جنوب شرقی در جریان بود. در همین اوضاع و احوال بود که اولین بمب هسته‌ای آمریکا در صحرای آلاماگوردو در ایالت نیومکزیکو آمریکا با موفقیت مورد آزمایش قرار گرفت.